بیسمود جان بگه عمو هر جا بگی من فکر کنم اینجا جاش خوبه بگه آها آه خوبه عمو جان یه سریال تاریخی دوستان بازی کردن خب درباره یه حمله تاریخی جنبورهای قرمز به کندوی معروف ما آها خب 1700 که دوستان بازی کردن به همه شون قول دادن ببینمشون باری کلا بفرمه با اجازه خوب الان تخمه فقط یه معدید داشتیم خوب بود تخمه ندارم یه باید برد بگیرم نه کاشی از آقا بلوکی میخریدیم به نام خدای بزرگ و مهربون بچه های عزیز آقا پسر و دختر خانم های گل سلام امیدوارم که حال همتون خوب باشه با یک برنامه جدید از برنامه های منم بچه مسلمان در خدمتتون هستیم امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید الان دیگه آخرشه دیگه من دو سه قسمت دیدم الان پایان قسمت چهاره بیاری بازی کاری دیگه بابا خسته شدم نمیتونم سر رفت مرچه بله. دوست عزیزم بله. خیلی دوست دارم بیان بازی ولی 1700 تا از دوستام این تو بازی کردن 1700 تا؟ بله یه سریال تاریخی در رابطه با حمله تاریخی موچگان نه یه جنبورهای قرمز به کندوی ما بیا بریم بازی کنیم بابا و سلام زهر الان میگم بیا الان میگم بیا الان میگم بیا او چیه؟ چی چیه؟ به سر چی چسبیده؟ کلاهی مهنی پدر میگه همشه کلاهی مهنی تحریر کن الان فوتبال داریم بازی بکنیم کلاهی مهنی تحریر کن کلاه پدر بیزخون بیزخون بگه بوده بوده بچه ها منتظرم دو تا یار کم داریم گفتم من میرم دو تا یار خوشگل رو بازی کنه قشنگ میارم بیزخون نبیاد زمزکش یکی از یارا رو حذف کن چون داره سریال میبینه حذف کن چیه؟ بوده من قول دادم ما خود اون یه تیم هستیم تو باید سری بیای مرشم باید بیاد من بیا من بیا ولی ایده بیا ببین من خط حملم چون خط حمله هم حمله میکنم کلاهی مهنی گذاشتم بارسا دروازه رو بارس میشه آروم حرف بزنی؟ چرا؟ دارم سریال میبینم سریال؟ بارسا بیا بریم تو کوچه بازی کنیم بادا بابا من منتظرم بادا 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 کام بشی فیلم بادا منتظرم بادا 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 بازی کنیم بادا چقدر خوب ساخته چقدر کارگردان خوب کار کرده چه بازیایی چقدر خوب بازی میکنن چقدر روان آفرین وای چه گریمی داره چه گریمی داره خودشون هم نیستن توپشون پرت میشه این تو مواظب باش ده بار گفتم میزنی درست بزن نبرنجا وای باید حمله کنی حمله بیزقول بله هنوزم یه یار کم داریم بیا تا اونجا وایزا بعد هم اونجا میره جلو من میذارم خط حمله میرم میذارم یه دروازه بعد بودو 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 باشا این جنبورای قرمز چقدر بد بودن بله الان فوتبال مانده خاموش کن از بق بکش بیرون یه بازی کنه منتظرتم بودو باشا الان نزدیک پایان بندی فیلمه من باید اسما رو ببینم پایان مایان ببین بعد این ده بار دیگه تکرار ده من ساعتاشو خوندم پدر میگه ساعت 12 14 18 15 ببین من آخه نوش پایان پایان؟ بله حالا بازیگران من منتظرم بودو بازیگران بودو بودو وای وای خب 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 این هست اوه آخه خانواده ما هم تشکر کردم بابا خواهش میکنم ما کاری نکردیم تموم نشدین دو ریال پنج ریال دو ریال باید جغب با تو هستم بیا دیگه بابا منتظری میگه کجا بیام بارسا تازه 100 تا از اسما رو نوشت 100 تا مگه چند تا بازیگر داره آخه عکس اینم هست ای چه باحاله اسمش جلو عکسش نوشته این چی میشه خب یعنی از که 1800 تا زنبور زده به 110 رسیدیم با همه نیزه دستشونه نه بابا همه که کارگر نیستن که بگو بزنم آخر فیلمم از هم میزنم با تشکر
بله میگم. آخه اینم عکس مایم گویه. بابا بوده دیگه، من منتظرم دیگه. آره دیدی میکرده بچه ها که فکر کنیم. بوده منتظرم بازی کنیم. یه واقعا دیگه خیلی اسامی خیلی زیاد شد. من باید دو قسمت سریال ببینم، سه قسمت اسما رو. باره. اه سلام ویزخوله جان. سلام آقا رحمان، خوبی؟ هنوز سری تلویزیون میبینی؟ بله بابا رحمان. بابا رحمان؟ بله. آقا رحمان اینجا نیست اصلا. گفتی به عمه اشکنه درست کنم؟ با کی داری صحبت میکنی؟ آقا رحمان دارم با شما حرفی زنم دیگه. آقا رحمان چیه بابا؟ من عمو صادقم. عمو صادق تایی میاد؟ چی داری؟ نون بگیره عمو صادق؟ بله فیز خوده جان؟ بله. یه لحظه من نها کن، حواست اینجاست؟ کدوم وری شما حالا؟ اینجا بایستادم. آها دیدم تو. بابا برگرد. جابی برگرد. شبی قرمز توشی بنفش. فیزغوله جان برگرد. شبی واقع رحمان. بله. کجا رو داری نگاه میکنی؟ اینجا. بله. حواست اینجا نیست اصلا. نگاه هم هست یا ولی حواست هم نمیدونم کجا. نگاهت هم نیست آخه، من نمیدونم این برمان برای بچه داری نگاه میکنی. یه لحظه اون تلویزیون رو خاموش کن دیگه. باش جشم پاریکل. خیلی وقت نشستی داری تلویزیون میبینی بابا، برای چشمات ضرر داره. حواست هم که اصلا نیست. سلام. سلام. خسته نباش بابا. سلام آقا، اومد به ما خوش گذشت بزرگ بودم. چرا گول زد؟ چرا گول؟ جدی؟ جا پدر اومد کلاهمون هم گرفت. اون کلاه به درد بازی نمیخوره که، کلاه خودتو بده سر. آفرین، اون برای موتوره. آره برای موتور سوار میشه. آره سگی بود کله بارسا. آره دیگه بود گول بزن. برمیرم اون برای انگاه قدیمی. باشه مورچه. بله. خیلی خوب موقعی اومدی. من داشتم الان پیش پای شما با آقای رحمان صحبت می‌کردم. بابا نه عمو صادق ببخشید. بریم فوتبال. چی؟ بریم فوتبال. ما دیگه جود نداریم که، تو الان داشتی بازی کردی. قرار بود بریم بازی دیگه. خب ما بازی کردیم، خودت گفتی. یعنی چی؟ مگه من قرار نبود بیام بازی؟ عمو من چند بار منم صدای زدم. خودم بابا یه یار میخوام، منم اونجا از این بیو بازی کنیم. یه نفر باید وایس اونجا کنار پاس بده به من گل بزن. بابا نه تلویزیون نگاه کن. خب ویز خود بچه‌ها حق دارن دیگه. راستم دارم میگم. همیشه راست میگی. بابا چند بار اومدم سریال داشتم میدیدم، حالا خب. که بخوایم بریم بازی اینا نمیاد؟ ویزخوله جان، ویزخوله جان، آدم تلویزیون هم میخواد نگاه بکنه، اولا برنامه های مناسب، دو بعدم آدم باید به اندازه نگاه بکنه. عمو جان ناراحتی در چهره من معلومه؟ بله. عمو خدا نگه داد. هم تو چهره هم تو رفت ببین سریع ناراحت میشه. آدم تلویزیون بچه زیاد ببینه ذهنش هم زیادی درگیر میشه، اعصابش یه مقدار ضعیف میشه. جانم من سه دفعه بهش گفتم بیا بریم، سه بار وعدم هی نیومد. یه شست پای قسمت سریال نگاه کرده، هر کدوم یک ساعت یک ساعت. اشکال نداره دیگه، نباید این کار انجام بده جانم. من پنج دفعه بهش گفتم. باشه خیلی خوب آقا، برید خستگیتون رو در بکنید، بچه ها و مهمونامون دارن میان. برید باری کلا. خیلی خوب بازی کنید. خدا رو شد. خدا حافظ موسی جان. خدا حافظ. بفرمایی جانم. چرا رفتم پس من با چی بازی کنم؟ خب ویزغوله جان شما خیلی نشستی پای تلویزیون، ما بازیاشون رو انجام دادن، خسته هم شدن، باید زودتر تلویزیون رو خاموش میکردی میرفتی با بچه ها بازی میکردی. بله آقا رحمان گرفت. بابا آقا رحمان شوخی کردم همون دیگه دیدم ولی ناراحتم. بله
به 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 خیلی خوش آمدی آقا شاده جانم پدرها تشریف آوردن با بچه‌هاشون خیلی خوش آمدید آقا بفرمایید بفرمایید آقا سلام علیکم عرض ادب خیلی خوش آمدید بابای خوبه بچه ها بشین هر جا بسیدش آخر زحمت کشیدید سلامت بشین اینجا حیات مسجد ماست آقا خیلی لطف کردید زحمت کشیدید پدرها سلام علیکم خوش آمدید عرض ادب سلامت باشید حالا ان شاء الله بچه‌ها قربون شما کارشون تموم شد ما صداتون میکنیم که شما تحویل خدمتتون دست شما هم در نکنه خیلی لطف کردید زنده باشید متشکرم خدا نگهدار شما سلامت باشید سلامت باشید بابا مهربونه بله خدا حفظشون کنه ماش عزیزم بشین اینجا هر جا دوست بشین اینجا هیچ فرقی نمیکنه هیچ فرقی نمیکنه ماشاءالله خیلی خوش اومدید آقا شاد جانم نشستم جون من نگاه میکنم خب یه دست خوشگل بزنید دیگه باریکلا آفرین آفرین خیلی خوبه آقا رحمه ما در خدمتیم خواهش میکنم آقا صادق باید بریم سراغ معرفی بچه ها بله حتما ولی یکی از دوستامون خب میخواد کار من انجام بده فهمیده من پیره مردم دیگه خیلی انرژی ندارم خب کمک حال من باشه خیلی هم عالی معرفی کنه بچه ها رو جدی میگی؟ کدوم بو؟ آقا صادق کدوم بو؟ شما بفرمایید اون نبود شما نمیدونم شما گفتی یکی از بچه‌ها میخواد کمک بکنه گفتم خب. میگم پیره مردم گفتم اسمش چی بود خب بچه کی با آقا رحمان صحبت کرده بود که میخواد آها ایشو اسم شما چیه علی اکبر عزیز تشریف بیاریدم تشریف بیارید ای جانم خیلی هم عالی پس شما زحمت معرفی بچه‌ها رو بکشین این ورش به من یه آموزش بدم این ورش به سمت دوربین باید باشه با دوستات قشنگ مصاحبه کن اسمشون رو بپرس بفرمایید حسن آقای عزیز خیلی خوش اومدی ماشاءالله ماشاءالله خوش اومدی اسم شما چیه؟ ایرفت تداویدیه سلام اسم شما چیه؟ سید علی ای جانم ماشاءالله خیلی خوب بود بچه ها برای علی اکبری دست بزنین خب آفرین خودتو معرفی کردی درسته جانم این که بچه ها کمک حال بزرگتر هستن بله، خیلی بله. خوبه خیلی خوبه دستشون درد یواش یواش وقتی کمک بکنن بله. نسبت به اون کارم خیلی ممنون خیلی وارد میشن تجربهشون بالا میره علی اکبر خیلی خوب بود بله. خب آقا رحمان این خدمت جانم. شما باشه خواهش میکنم آقا رحمان قبل از اینکه بچه ها بیان بله. یکی از پدرها تلفنی با من صحبت کرد آخه گفتش که بله گفت پسر من چند آیه اول سوره نبع رو بلده ماشاءالله بله اولین سوره جزء سیومه سیوم. بچه چی سوره نبع رو حفظ کرده بود کدوم ها بودن شما بودی بیا اینجا عزیزم ماشاءالله اینجا ماشاءالله بیا اینجا وایسا بود بیا بابا ای جانم ماشاءالله رو به اون ور خب با صدای بلند پنج آیه اول سوره نبع رو شروع کن بخوندن بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا نومکم نهارا معاشا باریکلا خیلی خوب بود نه آیه رو تونست به خوبی بخونه برای سلامتی صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج اسم شما چی بود عزیزم محمد آقای عزیز محمد جان خیلی خوب بودی بفرمایید بنشینید بفرمایی بابا ماشاءالله پسر گلم بله بفرمایید علی اکبر جان بیا اینجا ماشاءالله ماشاءالله اینجا وایسا بفرمایید خب میکروفون بچه ها همه با هم سوره مبارکه توحید یا قل هو الله رو با هم میخونیم بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقا رحمان، آقا پارسا، مورچه یا ویزغوله فرقی نمیکنه. اگر دیدینشون بگیم بیا میخوام قصه رو شروع بکنیم. دست شما در آقا لطف میکنه جان، الان میرم میارم شو. لطف میکنه دست شما. پاشا تو پسی فی تام قشنگ کیو نازی بزن 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 امو به من بزن 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 شما بزن 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 امو 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 خو امو امو همه با هم بگید امو 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 صادق امو صادق امو صادق پدر شما نیستم پدر هم گراشی امو صادق امو صادق جانم آقا پارسا امو صادق جانم جانم امو صادق امو سلام علیکم سلام آقا پارسا خوبی؟ سلام میزگول جان خب چه خوب شد که اومدی جانم بابا رحمان گفتش تری بودو بله امو صادق دست هماز بسته خیلی خوب کاری کردی امو این جوشتم من رو شجاع میکنی جانم بگو ای جانم میخواست بهت سلام بکنه بشین عزیزم تا قصه امروز رو شروع بکنیم جان یه چیز به میزگوله بگیم بله هی سلام پاکه خب بچه ها آماده قصه هستین؟ بله آی قصه 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 نون و پنیر و پسته آی قصه 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 نون و پنیر و پسته یه گرگی گرگی یه گرگی دو یه امو خیلی بامزه بله خب قبل از اینکه قصه رو شروع بکنیم ما شما باید کمک بکنید دو تا نقش داریم نه اما من نقش دو بله شما نقش حامد رو بازی میکنید شما هم نقش پدر حامد چیز مادر حامد من مادر بله امو جان من مادر بله مثلا مادر مادر میگه مادر ببین پارشا میخنگه به اشکال نه آقا پارسا قصه هستی که مثلا مورد صدا شد بایده 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 مثلا تامه پسر گلم بله مورد چرا قضیه تو نخوردی آفرین خودش بیام بکوبم تو اون سرت نه 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 همه اینجوری نه مادرها همشون مهربونن میزگوله جان و خدا انشاءالله همه پدر مادرها رو حفظ بکنه بسم الله الرحمن الرحیم حامد کوچولو بچه ها یه روز که از مهد کودک داشت برمیگشت خیلی خوشحال بود همه بذاریدم مهد کودک برگشت برگشت مهد کودک برگشت نه برگشت بابا اینطوری بر نمیگردن از مهد کودک برگشت خب عادی برگشت بله بله آفرین خیلی خوشحال بود چون که مربیشون بهشون یه شعری داده بود یه برگه کاغذ داده بود توش یه شعری بود و قرار بود این شعر رو حفظ بکنه تا فردا توی مهد کودک به همراه بقیه دوستا شروع کنه به خوندن همه با هم تمرین کنیم تو پسفیدم قشنگی یا ناز مثلا مثلا بله وقتی که وارد خونه شد مادرش دید که خیلی خوشحاله بهش گفتش که حامد جان پسرم دست و صورتتو بشور نهارتو بخور بشین کارهای مدرسه‌تو انجام بده چشم مادر مهربانم مادر بله بچه ها وقتی که حامد کاراشو انجام داد به جای اینکه بره شعرشو شروع کنه به تمرین کردن رفت و نشست پای تلویزیون همون این مثلا تلویزیون بله همه نگاه کنید اینطوری کنیم بله و شروع کرد به نگاه کردن برنامه پشت برنامه برنامه پشت برنامه انقدر نشست تلویزیون نگاه کرد همینطور وسطش مادرش بهش میگفتش که حامد مادرمه خب بابا داره صدات میزنه بله مادر شعر تو حفظ کردی؟ مادر بریم برنامه قشنگی ما داریم با دوستان برنامه بریم حالا بیام شعر حفظ کنیم؟ بله
آره مگه نباید تکلیف مدرسه تو انجام بدی؟ بله البته نیست کوله جان، قرار بود اون شعر رو مادرش باش تمرین میکنه، چون هنوز نمیاد. که حامد بلد نبود نمیاد امو. برای همین دیگه قصه اصلا درباره همینه که حامد نمیرفت شروع کنه به تمرین کردن شعرش. گذشت و گذشت و گذشت تا حسابی از دیدن تلویزیون خسته شد. همه بگید واه. بله بچه ها، چشماش شروع کرد به سوختن. سوزش پیدا کرده بود. ما سوختنی میگیم چه جوری میسوزه؟ نه از اون سوختنیا که. اون شاید من داشتم پیاز سرخ میکردم سوخت کجا. نه پیاز. آقا پیاز چه رب نه. چیه؟ به خاطر زیاد تلویزیون نگاه کردن چشماش شروع کرد به سوختن، سوزش پیدا کرد. بله. بله عزیزم، زنبور همه جا میتونه بره، پرواز میکنه دیگه، به خاطر اینه که یه وقت اینجاست، یه وقت جای دیگه. بچه ها، مادرش وقتی که خواست شعر رو باهاش تمرین بکنه، حامد میگفتش که مامان، من الان دیگه حوصله ندارم. اه؟ کسی حوصله ندارم؟ بخون میگم، تو پسفیدم. نه نه نه، چشم میزوزه، حوصله ندارم شعر بخونم. بله. آقا شاده جان، من اجازه دارم این بالشو بکوبم تو سرم بچه؟ نه 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 نه، مادر باید مهربانانه با بچه‌هاش. با مهربانانه میکوبم. نه اصلا این کار نباید انجام بدی، خیلی کار اشتباهی. آخه شعرش رو افت نکرده. همینطور که قصه است دیگه. بله قصه. داشت تمرین میکرد از خستگی بچه حامد خوابش کرد. فردا صبح بین بقیه بچه ها، فردا صبح آقا پاسو فردا صبح صبح شد بیدرست توی مهد کودک همه دوستاش این شعر رو حفظ کرده بودن و خانم مربی بهشون گفتش که بچه ها شروع کنید بخوندن. تا همه داشتن میخوندن بچه ها، اما حامد بلد نبود، هرچی فکر کرد یادش نمیومد. خانم مربی فهمید، رفت بهش گفتش که حامد جان. بله خانم مربی. میگم شما مگه دیشب این شعر رو تمرین نکردی؟ خانم مربی مقدس قیل شما نیست چما گفتید، ولی تلویزیون میدیدین تا شاید چشمانم سوخت. مادرم گفت پای ما سوختنی نداری. بله آفرین، به خاطر اینکه تلویزیون زیاد دیدی ذهنت خسته شده، بله چشمات هم سوزش پیدا کرده، به خاطر همین هر چی که تمرین کردی نتونستی یاد بگیری. نتونستم. ذهن که خسته بشه دیگه آدم چیزی متوجه نمیشه. ولی اشکالی نداره، از این به بعد قول بده که تلویزیون به مقداره، یعنی به اندازه ببینی تا بتونی بقیه تکالیف و چیزایی که بهت میگمم انجام بدی. چه قصه خوشگلی، یه دست خوشگلی بچه ها. آفرین به شما. خب بچه ها، آقا پارسا بیسکوت جان، من برم وسایل بازی رو بیارم تا با هم دیگه بازی کنیم. بریم بگیم بابا نمام بیاد. خوشگلی نیست. من اصلا بازی دارم. عمو باشه. عمو چیز آقا رحمان جان. آقا صادق جانم. خیلی مخلصم آقا صادق. بفرمایید. هندونه؟ نه. تقریبا شبیه هندونه. صدا رنگش به هندونه نرسیده. صداش که خوبه. آن توپ. بله. این همه توپ میخوای چیکار کنی آقا صادق؟ این توپا ببینید بچه‌ها جای خودشون وایسادن، درسته؟ بله. کنار هر کدومم یه سبد پر از توپه. درست. این بشقابا رو خواهش میکنم. خیلی خوب موقعی اومدی مورچه جان. الان میخوایم مسابقه رو شروع کنیم، بازیمون رو شروع کنیم. بازی یکم بیا این ورتر که آفرین. بله خب این بشقابا خدمت شما باشه، اینم برای شما. هر کدوم از بچه ها اجازه بدین. آفرین، ما از یک تا 15 میشماریم. بفرما یه بشقاب توپ. باریکلا بچه ها باید شروع کنم به حرکت کردن، از این مانه ها رد بشن. مانه چیه؟ از این میله هایی که اینجا گذاشتیم. پل. بله و این نارو نباید بزن، پاشون هم نباید بینه گیر بکنه. دونش. این توپ ها رو خالی کنن تو سبد های خالی. ببینیم تو 15 شماره چند تا توپ رو میتونید جا به جا بکنید. آماده هستیم؟ بله. همه بشمار. یک دو سه. یک دو سه چهار پنج شیش باریکلا هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده نوزده
هر دو نفر تمام توپا رو تونستن جابجا بکنن و البته یک نفر زودتر این کارام داد. بچه ها هر دو نفر بفرمایید بشینید. خب آقا صادق برید سراغ دو نفر بعدی. دو نفر بعدی بفرمایید. بودو هر کدومتون که بله کنار یه سبد توپ وایسید. شما این سمت، ای جانم شما هم اون سمت وایسید کنار سبد سفید. آره عزیز خدمت شما یه لحظه ایرا چی میگه؟ اینم خدمت شما اجازه ماشاءالله دوست داره ای جان. خب بچه‌ها بریم دوستاتونو تشویق کنید. میخوای با هم بشواری بچه‌ها؟ آره بعد با مورچه صحبت کنیم. یه لحظه مورچه جان اجازه بده دست بزنیم تشویق. شما اجازه بده عزیزم شما داخل سبد آبی، شما هم داخل سبد سفید. میشماریم یک دو سه، یک دو سه، از رومانه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده باریکلا یازده دوازده سیزده چهارده باریکلا. خیلی خوب، آفرین، خیلی خوب، عالی بودید، عالی. بچه های پر انرژی، بچه ها خیلی عالی بودید. بفرمایید بشینید و اما نفر آخر بفرمایید. شما میتونید انتخاب بکنید هر جا تونستی میتونی وایسی. کدوم رنگ رو دوست داری؟ کنار رنگ سفید؟ بله بیسید اینجا خدمت شما، خدمت شما. شما خواهد بازی کنید آقا رحمان؟ بله. وای ببینیم چی کار شما باید آقا رحمان بازی. خالیه برنج توش باید توپ بذاری. آماده ای؟ بشمار یک دو سه، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو یازده دوازده سیزده چهارده پونزده و تمام. آفرین به شما که بردی. آقا رحمان خیلی خوب بودی. وایسا اینجا باری کلا خیلی خوب بود. آفرین آقا رحمان، یکم باید بیشتر مراقبت کنیم دیگه، سن شما بالا رفته. بچه ها خوب بودید، شما هم عالی بودید. به افتخار خودتون یه دست قشنگ بزنید. ماشاءالله. آقا رحمان جون بابا رحمان سرود رو شروع نمی کنید؟ سرود بخونید؟ یه لحظه اجازه بدین قبل از اینکه شروع بکنیم. علی اکبر جان بعد شروع کن به چیدن، هر کی هر جایی که لازمه وایسه و شروع کنیم به سرود خوندن. بچه ها بچه ها بیوه نه میوه نیستن، یعنی سر جاهای مناسب خودشون وایسن که شکل قشنگتری پیدا کنن. علی اکبر چه قشنگی، علی اکبر ماشاءالله. عمو جان کی شروع جو شروع میکنی؟ الان سرود رو شروع میکنی؟ سرود رو شروع باریکل. بچه هر چی علی اکبر گفت گوش کنی. یه بادکنک هم بردارید نفر، یه بادکنک هر رنگی که دوست دارید بردارید. علی اکبر الان یه جوب به من بگه. باش جای ایشون هم مشخص کن. علی اکبر ایشون کجا وایسه؟ ایشون همونجا خوبه. ماشاءالله. پشت دوربین. آفرین خیلی خوبه. فقط رو به اون ور. فردا رو به حوض. ماشاءالله. نازم. اینجا ماشاءالله. علی اکبر یه جوب جگم به من بگه. بیا این آقا رحمان توپ پیگه هم توپ بخواه نداریم که بفهم توپ زن بیا عزیزم ممنون. خب خودت هم علی اکبر جان برو ناکن برو اونجا وایسی برو اونجا وایسی. بله یه لحظه علی اکبر جان ای جانم چقدر هم داره کارش خوب انجام داش پرتحیو من نمیخوام ولش کن دودم. علی اکبر جان خودت هم برو اونجا وایسا ای جانم ولش کن نمیخواد. خب امانیم یه لحظه اجازه بدید خودت هم از اینجا برو بیا داخل اون مناره وایسا. بودو باریکل آقا پارسی یه بادکنکم به علی اکبر بدین لطفا. علی اکبر ما چی بچینه منو خوش خود دیگه خودم 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 برم خیلی کار دارم. بابا یه لحظه سب کنید دیره شده بخونیم داره بعد. خب همگی بچه آماده هستین؟ همه با هم میشماریم یک دو سه. رو به حوض، رو به بچه های توی خونه. بچه ها ماشاءالله بازمانک ها بالا صدای خوب
جالب شما بچه‌های گل. یک دو سه میگم همه بادکنک‌ها رو میندازیم هوا و شروع میکنیم به دست زدن. یک دو سه. بفرمایید. هدیه یارو بگیرید. بچه‌ها بفرمایید. خیلی کمک ما بود. رفت شد آقا رحمان. پدر مادرها اومدن. تشریف آوردن. خیلی هم عالی. بفرمایید. چه پرشی شد و اسب و اسب و بابا همون اسبایی باره بیز گرد اینجا نگاه کن چه خوشگل ببینم آخ آخ تمساهر ببینم تمساهر الان میگیرد کل جان اصلا تلویزیون خوب نیست اینقدر نگاه نکن آقا رحمان بیا نگاه کن اینجا اصلا نگاه نکن آخ آخ نگاه کن آقا در رفت فرار کرد آخ وای چه خوب کرد آخ آخ بیزگول پرندر بی نگاه کن آقا چقدر خوشی بیزگول جان بیزگول اصلا گوش نمیده آقا رحمان هی تو تلویزیونه آقا رحمان آخه مادرش اومد اصلا مهم نیست میچه خوشگله بیزگول بگو شما بگو آقا رحمان بیزگول امروز به اندازه کافی تلویزیون نگاه کرده ببینه بیا خب نه میگم به اندازه کافی نگاه کرده شما هم مراقب چشمات باشه خیلی تلویزیون نزدیکه خب میدونم بیزگول این تیکشو ببین نگاه عمو جاده اون برو ببینیم یه گلایی در اومد بیرون نکن بیزگول جان بله عمو نمیداره آقا رحمان بگو شما بگو برای چشمات زره خیلی امروز تلویزیون نگاه کرد خیلی اصلا وقتی من اومدم منو شما رو اشتباهی گرفته بابا نگاه نکن خودم میخوام ببینم بابا نگاه نکن برای چشم شما هم ضرر داره خیلی نزدیکه ها عمو شب تا ندیدم خب میدونم خیلی نزدیکه جان میگم کم ببینم یا اینکه کلا نبینم نه کم به مقدار لازم کم خاموش شد آشده جانم آنتنشه شاید اجازه دید من خداحافظی بکنم یه دستی یعنی درستش بکنم نگران نباشید خب دوستای گلم بچه های عزیز خیلی ممنونم ازتون که با برنامه امروز هم همراه بودید و برنامه منم بچه مسلمان رو تماشا کردید بچه ها اگر صحبتی نظری پیشنهادی درباره برنامه‌مون دارید به شماره 162 زنگ بزنید و صحبت های قشنگتون رو به ما بگید اگر